جان باختن فردین امینی از خبرنگاران چیره‌دست کشور واکنش های دوستان و همکاران وی را به همراه داشته است. سمی مهدی از همکاران وی در تلویزیون یک نوشته که فردین امینی را از زمانی که با تلویزیون یک کار میکردم میشناختم. جوان بسیار خوشمشرب و با استعداد بود. غیر از نیکی و خوبی چیز دیگری از او ندیده بودم. خبر مرگ او خیلی ناگوار و تلخ است. و همین ترتیب آرس جبران از دیگر دوستان وی نوشته که امروز دیدم این آخرین پیامی بود که بین ما و فردین عزیز رد و بدل شده. او من را به مراسم عروسیش دعوت کرد و اسمی کردم با مهربانی تمام نوشته خدمت لالا جبران. لالایت شرمنده است برادر عزیزم، من واقعا وامدار مهربانی و صمیمیت‌هایت تا آخر خواهم ماند. احمد فرشاد صالح از دیگر همکاران آقای امینی همچنان گفته که چقدر با عجله می روی مسافر من، با این سفر که برای تو آخرین سفر است. درد رفتنت جانسوز و کمر شکن است. ناله های مادرت چنان امروز استخوان‌هایم را سوختان که صد بار افسوس کردم من به جایت زیر خاک می شدم. فرهاد امونی از دیگر دوست های آقای امینی همچنان گفته که گلویم بغض گرفته، از صبح تا حال درد رفتنت را با گوشت و استخوان حس می کنم. خاطراتی که با تو دارم هر بار از صبح تا حال در ذهنم مجسم می شوند. از اکنون تا 100 سال دیگر اگر در قید حیات باشم و بگویند فردین خودکشی کرده، نخواهم پذیرفت. من که تو را می شناختم اینقدر ضعیف نبودی که اقدام به خودکشی کنی. مستوره اکبری از همکاران دیگر فردین امینی است. او می گوید که فردین امینی گوینده خبر آریان و نیوز دیگر با ما نیست. صدای رسای این همکار عزیزمون را برای همیشه خاموش ساختن. روحت شاد، یادت گرامی باد. به همین ترتیب بیژن آریان از دیگر همکاران آقای امینی همچنان گفته که امینی را به خانه ابدیش سپردیم. هنوز درد شهادت امای عزیزم کم نشده بود که او را از دست دادیم. پشت لالا گفتن و سرور گفتنهایش دق خواهم شد. خیلی دق. آرام بخواب رفیق. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل همچنان گفته که از خبر درگذشت دوست و رفیق نازدانه ما نهایت متاسف و متاثر شدم. یا الله بهشت برین را جایش فرما. کاکای آقای امینی هم در مراسم جنازه برادرزادهش به مردم گفته که وای به خانوادهش زنگ زده و گفته که مرا گرفتن و میکشند. بعد تلفن قطع شده. کاکای امینی هم چنان افسوده که خانواده وای هرچند کوشیدن تماس دوباره با وای برقرار کنند، اما تلفن امینی خاموش بوده است. و در پایان هم صفحه آریان نیوز نوشته که طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که بررسی های تکنیکی در مورد جان باختن آقای امینی جریان دارد و قطعا جزئیات نهایی با مردم شریک خواهد شد.